سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز نگاهی داریم باخرین گزارشات اقتصادی افغانستان و جهان. وزارت فواید عامه میگوید به دلیل گسترش ناامنی ها در شمال کشور کار پروژه های بزرگ بتی شده است. مقام ها در این وزارت اظهار امیدواری کرده اند که با تامین امنیت کار این پروژه ها که در نشست های ریکا و سم هم در مورد آنها گفتگو شده است دوباره شروع شود. برخی سرمایه گذاران میگویند هدف دشمنان افغانستان از گسترش جنگ در شمال این است که کشور به خود کفایی اقتصادی نرسد. بانک مرکزی مصر روز جمعه ارزش پوند مصر واحد پولی این کشور را در برابر دلار آمریکایی کاهش داد. کاهش ارزش واحد پولی کشور از طریق ارز دلار با بازار و آزادسازی ذخایر ارزش ارزی کشور تا سقف 40 میلیون دلار صورت گرفته است. بدنبال این عملیات ارزش پوند مصر در برابر دلار آمریکایی 0.3% کاهش یافت. آمریکا آماده شده است تا نظامیان کشورش پس از سال 2016 میلادی در افغانستان حضور داشته باشد. با این حال این خبر گفته می شود بالای سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت. این در حال است که برخی از سرمایه گذاران گفته بودند که پس از ختم ماموریت نظامی آمریکا وضعیت برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد نخواهد بود. و برای بحث بیشتر استاد مسعود کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستند و استاد خیلی هم خوش آمده. قربان شما. استاد حضور دراز مدت نیروهای خارجی چقدر میتواند روی اوضاع امنیتی و اقتصادی تاثیر کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد و سلام بر حسین و یارانش. خدمت شما عرض بکنم که یکی از حرفهای بسیار جدی در ثبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور ما عمدتاً ایجاد باورمندی ها است. متاسفانه ما تقریباً 14 ساله که خارجی امر ما در مسائل نظامی به خصوص در قسمت ثبات سازی امنیتی بحث میکردن، نوع عادت داشتن چنین کار را انجام دادیم که با رفتن تقریباً یک بارگی نوع انارشیزم اقتصادی سیاسی و اجتماعی که ما را دامن ما را گرفته بود آرام آرام آمد بالای امنیت ما و تاندازی امنیت خلل‌پذیر ساخته و باورمندی ها را تاندازی پایین ساخت و همچنان فرار سرمایه را از طریقت میسر ساخت، کاهش سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان در قطر رقم زد و همچنان سرمایه گذاری داخلی هم شما عمل ساختمان و غیره که عملا مشهودن شما میبینین عملی که در قطر کارها تاندازی ضعیف است. از این لحاظ فکر میکنم که بیانیه اخیر جناب اوباما رئیس جمهوری اسلامی متحده آمریکا مبنی بر موجودیت یا دوام لشکر آمریکایی با حدود 5500 نفر در افغانستان بازم تانست که یک نوع بارمندی ها را که از بین رفته بود دوباره اساس ها ایجاد کنه، با وجودی که از لحاظ عملیش میشد که راه های دیگه را ایجاد بکنه و در پالویز چون آمریکا در حقیقت نوع غرب ترقی میشه و وقتی آمریکا هر کاری کنه غربی ها هم در قبال از او با او فرمول موافق هستند، فکر میکنم که شاید تعداد زیادی اساکر دیگه در افغانستان بانه و برای ثبات‌سازی امنیت که جزء اساسی رشد و اقتصادی و انکشاف اجتماعی افغانستان است و در حقیقت راههایی را ایجاد میکنه به خاطر سرمایه گذاری بشر و نوع سرمایه گذاری خارجی هم و اطمینان و باورمندی ها فکرم تا اندازه ایجاد میکنم. من میگم که تا ابد خوب نیست، حتی تا چند سالم خوب نیست، ولی برای چند ساله که یک سال دو سال من فکر میکنم که اعلان از اینا در حقیقت باورمندی منطقوی را ایجاد کرده که بسیار خوب بوده. استاد تمدید ماموریت نظامیان خارجی چقدر میتونه که سرمایه گذاران تشویق کنه که بیان به افغانستان دوباره سرمایه گذاری کنه؟ اول از نگاه خود تمدید نیروها را از لازم مصارف بس میکنیم که خوبی بدیش، بعد میریم سر اصل سوال شما. عمدتاً برای موجودیت 5.5 هزار عسکر در افغانستان سالانه 14.5 میلیارد دلار از این داره برای ازلام تدی آمریکا، 14.5 میلیارد دلار که جمع 4 میلیارد دلار اگر خود ما بگیریم که در قد بار اساکر خود ما خرج میکنیم، مانا داره که هزینه اساکر که خارجی و داخلی در افغانستان سالانه 18.5 میلیارد دلار که از بودجه ازلام تدی آمریکا خرج میشه وجود داره، برای از اینکه 4 میلیارد دلار هم نامیتن.
من فکر میکنم که اگر ما میتونستیم 14.5 میلیارد دلار برای اردوی افغانستان سرمایه گذاری کنیم، من فکر میکنم که یک سال بعد اردوی افغانستان بر حد توانایی میرسید که شاید هم کسی شک نمی آورد که این اردو نمیتونه که چنین کار انجام بده. ولی 14.5 میلیارد دلار اگر از دیدی آمریکا به منظور مصرف بوده نظامی های خودشان، همون مسئله پالیسی های خودشان در قسمت بودن از اساکر از رومتدی آمریکا در افغانستان منعیسه پایگاه وسیع است که حال فعلا در 4 پایگاه و بعدا در 9 پایگاه اینا تقسیم خود شدن. از این لحاظ من فکر میکنم که این یک خوب از لحاظ روانیش چیز دیگه است، یعنی ما با 14.5 نمیتونستیم که روان تقریبا متزلزل مردم که و همچنان روان بسیار قوی که دشمن پیدا کرده بود و اپوزیسیون پیدا کرده بود که میتونیم کشور را بگیریم و چند تا ولایت پایگاه اساسی خود بسازیم و انتقال بدیم در حقیقت مراکز خود از بیرون داخل کشور و در حقیقت یک نوع جنگ داخلی دوباره را قبل از 2001 مانند 2001 آغاز کنیم. در حقیقت شاید اونمو هم به فکرشان بود، ولی این مسئله که ما می باشیم در اینجا و همراه اردوی افغانستان و اردوی ما هست و تعداد اساکر ما تقریبا برای ما اونمو باورمندی های از سفتر که ایجاد شده بود دوباره ایجاد کرد، با وجودی که ما طرفدار بودن غربی ها و امریکایی ها و اساکر خارجی در افغانستان نیستم، ولی در زمان شرایط فعلی که ما قرار داریم، ما به منظور ایجاد یک نوع ثبات منطقوی و به ثبات منطقوی و جوابی که برای او قدرت های منطقوی که همیشه دست دراز میکنن به خاطر حد از عدم ثبات در افغانستان و برهمزنی ثبات در افغانستان، برای اون یک جواب بسیار خوب است که اوباما معتقد شده تیمش که از 1000 به 5500 بخزه. این معنی از گپ داره که اونام درک کردن که عدم ثبات افغانستانه، عدم ثبات افغانستان در قدم ثبات منافی از رومتدی آمریکا و غرب در جنوب آسیا تلقی میشه و همچنین حرکاتی که روسیه انجام داد در این روزا در سوریه، در اوکراین و همچنین در آسیای میانه و غیره، نوع حرکت‌های متقابل است که چنین چیزی را انجام میده که برای ما زمینه‌های بسیار خوبی مدیریت ایجاد کرده که اگر مدیریت خوب بتونیم میتونیم از ایالت بسیار خوب استفاده کنیم. بله استاد، اگر آمریکا ماموریت خود را تمدید نمی‌کرد وضعیت اقتصادی افغانستان به کجا می‌کشید؟ خب من هیچ باور به این نداشتم که آمریکا ماموریت خود تمدید نمیکرد، برای از اینکه سال هاست که ما معتقد به هستیم که از امتدی آمریکا در افغانستان به منظور گذراندن یک دوره کوتاه مدت نامده و این هم کدام ساحل کدام بیچ هم نیست که بین اونا به خاطر خوشگذرانی اساکر خود اینجا آمده باشه، بلکه منافع از امتدی آمریکا خان ازی است که باید در جنوب آسیا اولین بار بیه و افغانستان در حقیقت اونا نشانی کردن در پهلوی شرقی میانه است. شرقی میانه یک پرابلم بره از رومتدی آمریکا است، به خصوص ایران. حال مسئله که مسئله سوریه، عراق و لیبیا پیدا شده، مسئله ایران، مسئله نظامیش مطرح است، مسئله چین مطرح شده، مسئله روسیه که بازم جنگ سرد آساسا پس دوباره اوج شده، مسئله آسیای میانه مطرح است و تمویل نیروهایی که در آسیای میانه است، اینا مطرح میشه. از این من فکر نکنم که آمریکا نمیبرامد که هیچ اصلا تصورش نمیکنم. فرض کنیم که اگر با فرضیه قبول کنیم که از رومتدی آمریکا اگر میبرامد، ما در حقیقت یک نوع منطقه سازی درست را انجام نداده بودیم، برای از اینکه اگر آمریکا برایه و دوباره کشورهایی که در اطراف ما هست و قدرت‌های منطقوی در افغانستان مداخله نمی‌کنند، در صورتی که اگر قدرت‌های منطقوی در افغانستان مداخله نمی‌کرد و در حقیقت اونا معنا داره که در جای خود می‌بودن و حتی ما را کمک می‌کردن، بود از امتدی آمریکا در افغانستان نوع مسخره و یک شی بود. حالا ما فکر می‌کنم که در صورتی که اگر آمریکا مبرامت کاملا برایه و صفر کنه خود و منطقه معذر نشه که در حقیقت ما را به رسمیت بشناسه و تمامی دستاوردهای نیم بنده که از لحاظ دموکراسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی شما به وجود آوردین و چند تا سرک و چند تا تعمیر و چند تا تلویزیون و چند تا مکتب ساختین، حتی امیر هم نپذیره چنین که قدرت های منطقوی، شما به یک بارگی در حقیقت میرفتین در او شرایطی که عراق و سوریه قرار داشت و به خصوص عراقی ها و سوریه ها قرار داشتن. متاسفانه که خود سوریه ها چیز دیگه است، ولی عراقی ها کاملا در حقیقت مشابه ما هستند. شما میفهمید که در عراق برابر آمدن آمریکایی ها و نبود یک نظمی که بتونه در مقابل دستای خارجی کار کنه و از بین بردن تمام ارزش‌های دولتی و حکومتداری خوب که قبلا انجام شده بود، اونا به یک بنبست کلان اقتصادی اجتماعی سیاسی گیر آمدن که افغانستان متاسفانه گیر به ما یک تجربه بسیار بد رفتن به انارشیسم کلان داریم. بله. که متاسفانه که خوشبختانه تا اندازه‌ای نشد. استاد، شما وضعیت اقتصادی را با وضعیت اقتصادی کنونی را با چند سال قبل چگونه مقایسه می‌کنید؟ خب یک چیزی متوجه باشین که پیش‌بینی‌های ما شده در میز بوده و شاید میزهای دیگه که
ما در سالهای 2014 2015 2016 جدکه های کلان اقتصادی سیاسی اجتماعی میخوریم به خاطر شما تقریبا آزمایش میکنین به صورت مستقلانه پیشبرد امور و مدیریت داره که در حقیقت متاسفانه یک مدیریت خوب انجام نشده ولی در گذشته ها ما تقریبا یک نوع اقتصاد مصرفی و در حقیقت متکی به کمک های خارجی داشتیم که او هم در حقیقت اقتصاد نه با زیربنایی بلکه اقتصاد روبنایی بوده ما سرکار جور کردیم تا اندازه سرکایی که به زیربنا نمیشه او را داخل کرد ما تعمیرات و ساخت ما در حقوق بشر در مسئله گپا در قصر مایه گذاری کردیم ولی در زیربنای اساسی نرفتیم زیربنای اساسی به نظر من زیربنای مادی نیست زیربنای اساسی باورمندی مردم است ما در قسمت باور مردم که بالای حکومت باور بکنن متاسفانه که اگر کارم کردیم در دو تا انتخابات و انتخاباتی که در گذشته انجام دادیم و عدم موجودیت یک رهبری درست و مدیریت درستی که ما نتونستیم مدیریت بکنیم باورمندی ها را خراب کردیم این معنا داره تا یک سال پیشتر از امروز مردم باورمندی های خود بالای اردوی خود بالای مردم خود بالای حکومت داشتن و از ما خود تعداد وسیع مردم در رای گیری شامل شدن و آمدن رای دادن ولی متاسفانه مثل مدیریت صورت گرفته و این مثل مدیریت در حقیقت یک حرکت یک دولت دو کلایی و دو پالیسی گری و دو زمانه است که متاسفانه که ما آرزو دارم که دوباره اینا یک شون بعد خود بخورن از این ما فکر میکنم که حال وضع اقتصادی ما تا اندازه میره که آرام آرام از خراب به وخیم تبدیل شوه و اگر ما بریم به صورت وخامت بریم و قیمت ها همی رقمی حرکت بکنه و سطح درآمد ما اساسا پایین بیه و درآمد ها اساسا از بین بره و تمام پسنداز های مردم که پسنداز کرده و هم صفر شوه در افغانستان فاجعه به وجود میه ما به شما میگم که باز وقت آمریکا نمیتونه که ایر ور داره به خاطر که شما می لحظه در بازار برین از هر شی که 85% مردم افغانستان به کار دارن مثلا شی حیاتی متاسفانه که قیمت ها بلند رفته و آرام آرام مردم هم افسریش تنگ میشه استاد آیا تضمین وجود داره که با حرفای آقای اوباما سرمایه گذاران دوباره سرمایه خود بیارن به افغانستان و روی پروژه ها سرمایه گذاری کنند؟ در عمدتاً در سرمایه در حساب اقتصاد تضمین وجود نداره تضمین ها هیچگاه در هیچ جایی وجود نداره ولی حوزه را سرمایه خودش میفهمه شما میفهمین که یکی از گریز سرمایه دارا و سرمایه گذاری از افغانستان عدم اطمینان سرمایه گذارا بالا از ولایت متحده آمریکا در قسمت بود و نبودش بوده شما قبول کنید نکنید که من یکی از کسایی هستم که آمریکا نمیپذیرم در افغانستان ولی قبول کنید نکنید آمریکا یک قدرت در مقابل جهان است جهان در مقابل یک آمریکای دیگه از این لحاظ آمریکا بدون جهان و جهان بدون آمریکا بوده نمیتونه برای اینکه شما میفهمید 16.5 تریلیون دلار تنها جی پی از ولایت متحده آمریکا است و یکی از بزرگترین کشورهای دنیا به حساب میره و غرب همراهش یک جا حرکت میکنه از این لحاظ من فکر میکنم که با آمریکا بودن بسیار خوب است این به شرطی که ما در درون همی کارهای خود یک نوع سرمایه یک نوع مدیریت جالب بین روسا و آسیای میانه و قدرت‌های منطقه‌ای و آمریکا و غرب انجام بدیم معنا داره که اگر ما سالهای تجربه 2001 2005 دوباره تکرار کنیم در افغانستان شما در 5 سال آینده از هر کشور دیگه که ادعا میکنن که ما سریع روش میکنیم شما روش سریعتر انجام میدین از هر کشور دیگه بازم میگم از این لحاظ شما اگر بین مدیریت بکنیم معنا داره که اگر چین انگیزه بتن و اگر هند انگیزه بتن پاکستان ایران هر دوش انگیزه بتن که در افغانستان به خاطر رقابت اقتصادی نه رقابت بکنن نه قاتلانه بلکه رقابت کنن و کل از اینا با چین و با ازمای امتدی آمریکا و با غرب رقابت بکنن که به خاطر سرمایه گذاری کردن به خاطر ایجاد کار به خاطر ساختن ظرفیت اونور ما میگیم که مدیریت ما آرزو داشتیم که آقای غنی آقای عبدالله و تیمشون اینی مدیریت به کار میبرن که برو آقای کرزی تا اندازه تا سال 2001 2005 کدای کاره بله. از سال 2005 به بعد آقای کرزی در حقیقت چیز را از داد که متاسفانه که نو اختلافات بین خودشون و غرب به وجود اومد. از این لحاظ ما میگیم که اگر در صورتی که ما بازم سال 2001 2005 تجربهش تکرار کنیم، یک بار دیگه شرایط 2001 2005 میآیه و شما به 31.1% بازم رشد میرسین. در غیر صورت رشد شما که آل نزولی شده و اومده به 5 امکان داره که سال آینده شما به 3 برسین و اگر حرکت ما اوش خود نگیریم ما به منفی رشد اقتصادی خاطر رسیدیم که وقت است نه آمریکا کمکش میکنه نه دیگه کمکش میکنه و ما چیزی نداریم و یک چیز واضحه که من اختار میتونم برای آقای غنی که غیر تجزیه کم گپ دیگه در انتظار ما نیست ما فقط یک کار داریم متحد شویم حرکت درست انجام بدیم و مدیریت خوب انجام بدیم تا بریم که کشور از حالت پراگندگی که میره به سوی تجزیه شدن پس دوباره مکمش کنیم استاد مسعود پلان و سیستم را که آقای کرزی در سالهای 2005 گفتین پیاده کرده بود اگر در سالهای آینده پیاده شود چه نتیجه خواهد داد و آیا
پیاده خواهد شد. 100% من میگم که ما اطمینان دارم. شما ببینید 2001-2005 ما به 21.1% رشد اقتصادی رسیدیم. تمامی همسایه‌های شما پاکستان، ایران، ازبکستان، چین و غیره در کشور شما سرمایه گذاری کردن و حتی راه را براتون باز میکردن. آمریکایی‌ها آمدن، این معنا داره که جهان به صورت صادقانه کمک کرد، دولت بسیار به صورت سخت کوشا بود کار کنه، جامعه مدنی بسیار فعال بودن که یالا یالا میکردن. مردم هم در حقیقت از آمدن خودشان زمین خود ساختن، آبیاری کردن، مسئله مسائل آب رسانی خود رساندن و کار انجام داد و باورمندی‌ها خلق شد. ولی در صورتی که ما 2001-2005 بسازیم که ساخته میتونیم، در صورتی که مدیریت درست انجام بدیم، مدیریت بسیار آسان است. اگر ما بین چین و هند یک شد ارجیت نتیم، اولویت نتیم، هر دو را منیس دوست خود قبول بکنیم، به منادر که از دایره افغانستان نتونیم که او را بیرون کنیم، اگر پاکستان و ایران در حقیقت ما شما تشویق کنیم که در اینجا مبارزه بکنه، اگر ما در حقیقت شرایط وجود داشته باشیم که ایران دوست و آمریکای دوست هر دو با ما کار کنه و در حقیقت میدان ما را منیس میدان کشتن و رقابت قاتلانه تبدیل نکنه، من فکر میکنم که در یک حالت خاطر رسیدیم که میتونن که ما سر میگذاری کنیم. در غیر صورت اگر ما جدگیری کنیم، اورینتیشن که میگن، اگر ما جدگیری کنیم و تمایل بکنیم به طرف یا بریم منطقه گرایی را به صورت افراطی بگیریم مثل که در گذشته گرفته شده از 2000 و بعد، یا به صورت غرب گرایی را بگیریم که در اون طرف در روزهای اول گرفته شده بود، در حقیقت این منطقه و جهان شما در مقابل یکی قرار میتین و اونا خونسا میکنن پلان یکی داره. در غیر صورت اگر شما هر دوش جمع کنین در یک سبد بندازین، در یک سبد بیارنش، فکر میکنم که برای ما از لحاظ منافع ملی اینمی ایران، اینمی پاکستان، اینمی چین و روسیه و آمریکا یکس بس خاطر منافع ملی، در اساس در به اساس فرمول منافع ملی یک رقم کار میشه. ما شده نمیتونه که چون کسی با کس با ما از لحاظ چی شراکت داره و کسی دیگه دورتر و شراکت نداره، لذا او را ما دورتر بسازیم، شده نمیتونه. منافع ملی ما هر چیزی که منافع ملی ما را بسازه و تقاضا کنه منافع ملی ما به طرف از اون میریم و برای مردم خود در حقیقت آسایش خلق میکنیم. استاد، جامعه جهانی برای بهبود اقتصاد شکننده افغانستان در وضعیت کنونی باید چه کنه؟ عمدتا ببینید که جامعه جهانی کار را انجام داده. ما در کنفرانس های متعدده و در حقیقت شاخص های معینه برای ما شما داده. مثلا در آخرین کنفرانسی که در توکیو بود و بعدم لندن رو تطبیق کرد، گفت چند شاخص است که رو با شما کار کنین: معدن، ترانزیت، زراعت و باز ما گفتیم توریسم داخلش میکنیم. یعنی چهار شاخه را باید ما حرکت میکنیم. این در حقیقت شاخه‌ای است که میشه که برام شاخه‌های استراتژیک یاد بکنیم. یعنی معنا داره که جهان و منطقه، بله. در صورتی که ما بخوایم که انکشاف ما را بکنه، میتونیم که ما به معادن کار کنیم، به زراعت کار کنیم، به ترانزیت کار کنیم و توریسم در حقیقت تقویت کنیم. ما مشکل معلم میشه زودتر. ولی آله من فکر میکنم که جهان در شرایطی نیست و افغانستان هم در شرایطی نیست که مانند 2005-2001 کار کنه. دوباره باید ما بارمندی جهان را به وجود بیاریم. از این لحاظ چیزی که میتونین باید برین. اون چیزی که میتونه شما زراعت است و سمال بزنس است. معنا داره که شما باید در تجارت متوسط خرد کار کنین. بین از امتیاز آمریکا 54% سمال بزنس است. 54% سمال بزنس بر شما کار ایجاد میکنه، بر شما عاید خلق میکنه، بر شما مصرف خلق میکنه، ثبات خلق میکنه، ثبات اجتماعی خلق میکنه، ثبات سیاسی خلق میکنه. سمال بزنس تنها من میگم که یک مثال میتم 30,000 دکان تنها خیرخانه وجود داره. 30,000 این مال 30,000 بزنس کوچک وجود داره. فقط شما میتونید کمکش بکنین اونا را. و در پالوش توزیع کمک ها که برای افغانستان میه در سکتورهایی که ما میفهمیم کار انجام میدیم. ببینید که ما شما را دادن $1 تریلیون. شما $1 تریلیون شما هستین، 34 تا ولایت دارین، $1 تریلیون سر 34 شما تقسیم کنین، $1 تریلیون سر 34 بر هر تا بر هر ولایت شما، بله. $3 میلیارد میرسه. شما یک ولایت غزنی $3 میلیارد میدادین در 14 سال در حد میرسید که مشهد پیشش گپ زدن میتونه دیگه. استاد، بازم حکومت برای جذب سرمایه گذاری باید در افغانستان چی پلانایی داشته باشه در این دربط؟ یک چیز مهم که برای جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی عمدتاً یک اونم گود گورننس که میگن که حکومت داری خوب. آل فعلا تمامی سرمایه‌دارا، تمامی کسایی که متشبثین است و سرمایه‌دار خارجی حتی کوچک بالای دولت اعتماد ندارن. بالای دولت برزی که در دولت کسی یک چیز میگه، کسی دیگه چیز میگه، کسی دیگه چیز میگه و جناب غنی یک چیز میگن، جناب دکتر عبدالله چیز دیگه میگن، کسی دیگه چیز دیگه میگه. من میگم یک پالیسی معین باید به وجود بیاد و استراتژی درون از پالیسی، استراتژی معین انکشاف ملی افغانستان باید بیایه. این استراتژی در حقیقت نقشه حرکت و نقشه راه را بر شما به وجود میاره و بر اساس این نقشه راه و نقشه حرکت شما میتونن که هدفهای معین پلان گذاری کنین و برین بس به صورت آرام شما رشد انکشاف اقتصادی کنین. فقط یک چیز وجود داره که لطفاً گود گورننس، لطفاً حکومت داری خوب ایجاد بکنین. استاد، بازم شما این اقتصادی افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم که آینده افغانستان با مربوط میشه به حرکات رهبری ما. آیا رهبری ما خوب کار میکنه؟ آیا رهبری خوب منیجمنت مدیریت میکنه؟ آیا مدیر ما رهبر میشه یا تنها همون مدیر است؟ از این لحاظ فکر میکنم که اگر این ناش است و این کاسه، من حال طفلان خراب میبینم. باز میگم که به خاطر جلوگیری از رفتن به سوی خرابی، لطفاً یک صدا، یک پالیسی، یک استراتژی ایجاد کنید. خیلی ممنون استاد مسعود، کارشناس مسائل اقتصادی، از اینکه در زیر بنا با ما بودین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعضی اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 45 پول. یک یورو 72 افغانی و 70 پول. یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 10 پول. یک درهم امارات 17 افغانی و 35 پول. 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول. 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی و 1000 کلدار هندی 980 افغانی. و حال توجه کنید به نرخ طلا در بازار امروز کابل. یک گرم طلای کویتی 2500 افغانی. یک گرم طلای سنگاپوری 2300 افغانی. یک گرم طلای بحرینی 2250 افغانی. یک گرم طلای عربی 2100 افغانی. یک گرم طلای ایرانی 1900 افغانی. و یک گرم طلای روسی 1700 افغانی. و حال نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 45 افغانی. یک بوری آرد خارجی 1330 افغانی. یک بوری برنج خارجی 1960 افغانی. یک لیتر تیل 45 افغانی. و یک کیلو گاز 50. خب بیننده های عزیز، ای بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.